سرکرده این گروه با 37 چریک مسلح از سال 1370 در جنوب استان کرمان، استان سیستان و بلوچستان و منطقه شرق استان کرمان به ویژه در ریگان و رودبار اقداماتی علیه امنیت داخلی و جان و مال نوامیس مردم داشته. اعضای این گروه حتی در یک مورد اماننامه هم دریافت کرده بودند، اما همچنان به شرارت‌های خودشون در منطقه ادامه می‌دادند. این باند تا کنون به 14 مورد گروگانگیری مسلحانه، 8 مورد قتل مسلحانه، 10 فقره سرقت مسلحانه، چند مورد مسله کردن افراد، 1 مورد تجاوز به عنف، 40 مورد ضرب و شتم افراد، 5 مورد درگیری با ماموران نظامی و 94 مورد اخاذی و زورگیری اعتراف کردند. این در حالیه که 3 عضو پیشین این باند چند وقت پیش دستگیر شده بودند. ماموران اطلاعات، پلیس و سپاه قدس کرمان عملیات مشترکی را شروع می‌کنند تا به سالها فعالیت مجرمانه اعضای این باند مخوف شرارت پایان بدن. باندی بی‌رحم و مخوف به سرکردگی یک شرور با سابقه که حتی به فرزند و همسر خودش نیز رحم نکرد. نامش بختیار رئیسی، معروف به مختار جهش بوده. سلام دوستان، به کانال آدم بدها خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. وقتی نام بختیار جهش آورده میشه، هر کسی که اون اطراف بود سعی میکرد باهاش چشم تو چشم نشه و یه جوری راهش رو کج کنه که باهاش برخوردی نداشته باشه. شروری مخوف و سنگدل و با سابقه ای پر از شرارت. از حدود سال 1370 در مناطق مختلف کرمان و شهرهای مرزی سیستان و بلوچستان به ویژه منطقه رودبار تبهکاری خودش رو آغاز کرد و به داعش جنوب هم معروف بود. هرچقدر میگذشت به تعداد نفرات گروهش اضافه میشد. هر وقت متوجه میشد ردی از اون گرفته شده و تحت تعقیب قرار گرفته، یا فرار میکرد و یا خودش اقدام به مقابله با ماموران میکرد و اونها رو با بیرحمی از سر راه برمیداشت. بختیار رئیسی متولد جیرفت بود و حدود 60 سالش بود. طبق برخی منابع رسمی 3 همسر داشت و از هر کدومشون صاحب چند فرزند شده بود. کامبیز پسرش در درگیری با ماموران کشته میشه. مختار جهش به خاطر تمام تبهکاری هایی که میکرد شناخته شده بود و همین باعث شده بود هیچکس توان مقابله با اون رو نداشته باشه. تا جایی که حتی وقتی شک کرد نزدیکترین افراد در پی مقابله با اون هستن، اونها رو هم از سر راهش برداشت. در آخرین جنایتی که این شرور مرتکب شده بود، همسر 20 ساله خودش و خواهر 24 ساله همسرش که باردار بود رو به طرز فجیعی و بعد از ریختن بنزین روی اونها زنده زنده آتش زد و بعد از سوزوندن اونها اجساد مقتولان رو به داخل چاه انداخته بود. این اقدام شرارت آمیز بازتاب‌های بسیار منفی اجتماعی رو در منطقه به دنبال داشت و بر اساس تصمیمات شورای تامین استان، پیگیری و برخورد با این گروه از اشرار به عهده اداره کل اطلاعات استان واگذار شد. بختیار رئیسی، معروف به مختار جهش، در شهرستان‌های ریگان اقداماتی علیه امنیت داخلی و شرارت‌های متعددی علیه مال، جان و نوامیس مردم داشت. او که یک بار اماننامه هم دریافت کرده بود، بعد از اون با ادامه شرارت‌ها در منطقه صعب العبور کوهشاه رودبار جنوب معوا گرفته بود. وقتی پای درد و دل مردم اون منطقه میشینی، چیزی جز ترس و وحشت از این تبهکار به خاطر ندارن و هر چقدر میگذشت او شرورتر و مخوفتر میشد. یکی از این نمونه شرارت‌هاش این بود که به همراه گروهش که متشکل از افرادی تا دندان مسلح بودند، جاده‌های منتهی به شهرها رو می‌بستند و دار و ندار مردم رو سرقت می‌کردند و بعد متواری می‌شدند. شعارشون هم این بود: این منطقه مال ماست و اگر می‌خواید تردد کنید، باید به ما باج بدید وگرنه کشته می‌شید. همین باعث می‌شد از ترس کسی نتونه ازش شکایت کنه و اگر هم شکایت می‌کرد، خیلی زود می‌فهمید کار کی بوده و می‌رفت سر وقتش و باید آرزو می‌کرد زنده بمونه. تا جایی که یه معلم منطقه چاه داد خدا وقتی ازش شکایت می‌کنه و بختیار متوجه میشه که از دوستان باجناقش هست و اون هم که با باجناقش مشکل داشته و مخالف این رفتار با باجناقش و البته تبهکاریش در منطقه میشه، هم گوش معلم و هم گوش باجناقش رو می‌بره. معلم بیچاره به خاطر وخامت حالش به تهران منتقل میشه و با عمل پیوند گوشش وقتی برمیگرده کرمان از بختیار شکایت میکنه. همین شکایت کافی بود که چند روز بعد جسد مسله شدهش رو بیرون شهر پیدا کنند. پرونده بختیار رئیسی پر بود از جنایت‌های مختلف. با دارا بودن 37 چریک مسلح دیگه سالهای متمادی در جنوب استان کرمان،
استان سیستان و بلوچستان و منطقه شرق استان کرمان اقداماتی علیه امنیت داخلی انجام داده بود. برخی از اعضای این گروه در منطقه کوهشاه رودبار جنوب در کمین عوامل اطلاعاتی قرار گرفتند و در طی یک درگیری مسلحانه 4 ساعته ماموران موفق شدند 3 تن از اعضای این افراد مسلح را همراه با سرکرده این اشرار به هلاکت برسانند. طی این عملیات 5 قبضه سلاح کلاشنیکوف و برنو، 1 قبضه RPG 7، مقادیر قابل توجهی، مهمات جنگی، 1 دستگاه خودرو و 6 دستگاه موتورسیکلت که مورد استفاده اونها قرار می گرفت کشف و ضبط شد. بیش از 10 سال گذشته اداره کل اطلاعات، نیروی انتظامی و قرارگاه قدس سپاه و دادستان رودبار به شدت به دنبال اعضای این باند 38 نفره و این گروه تبهکاری بودند و سرکرده این باند تحت تعقیب قرار داشت و از تمامی اهالی رودبار و اطراف کرمان خواسته شده بود هر اطلاعی از این افراد دارند اعلام کنند. بارها اداره کل اطلاعات استان کرمان ازشون خواسته بود قبل از هر اقدامی خودشون رو معرفی کنند و اسلحه های خودشون رو هم روی زمین بذارن و اماننامه خودشون رو دریافت کنن. اما اونها هم که دست کمی از سرکردشون نداشتن، توجهی از طرف اونها صورت نمیگیره. بعد از چند سالی که بختیار جهش تحت تعقیب قرار داشت و محل مخفی شدنش در رصد وزارت اطلاعات و سپاه کرمان قرار داشت، نقشه حمله به مخفیگاهش در دستور کار قرار میگیره. در یک اقدام ضربتی چند نفر از اعضای باندش دستگیر میشن و دایره حفاظت اطرافش کوچکتر میشه تا اینکه معلوم شد اونها در ارتفاعات کوهشاه در حوالی رودبار جنوب مخفی شدن. بررسی نشون میداد که بختیار رئیسی در باند خودش از اعضای خانواده‌اش و همچنین افرادی کاملا حرفه‌ای استفاده میکنه که بعضی از اونها نقش چریک و برخی دیگه نقش تکتیرانداز رو بازی میکردن. در چنین شرایطی عملیات دستگیری و انهدام این باند همزمان با تاریک شدن هوا در ارتفاعات جنوب کرمان کلید خورد و درگیری مسلحانه سختی بین ماموران و اشرار به وجود آمد که در نهایت این درگیری با کشته شدن پسر بختیار، دامادش و یکی از چریکهاش پایان یافت. بقیه اعضای این گروه 20 نفره نیز به کوههای اطراف گریختند و در این میان مشخص شد که سردستگی این باند نیز مجروح شده و اقدام به فرار کرده. با پایان یافتن عملیات، جستجو از طریق زمین و هوا برای دستگیری بقیه اعضای باند ادامه یافت و سرانجام جسد سردسته باند که بعد از زخمی شدن پا به فرار گذاشته بود در یکی از باغ‌ها پیدا شد. جسد مختار جهش معروف بختیار رئیسی در یکی از باغ‌های منطقه نهضت آباد از توابع جازموریان کشف و شناسایی شد. جسد کامبیز جهش فرزند این شرور، دامادش و یکی از شریکهاش هم پیدا و شناسایی شد. این گروه آخرین گروه مسلح شرارت در استان کرمان بودند که مورد ضربه مهلک واقع شدند و در حال حاضر گروه مسلح شرارتی در استان کرمان وجود نداره. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید.